بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث اختلالات هماتوپویتیک و لنفوئید هست. اولین تصویری که میبینید مربوط است به بون مرو. نمای از بون مرو رو شما مشاهده میکنید. قسمت های سفید رنگ و وکیول های سفید رنگی که میبینید نشاندنده چه چیزی هست؟ شحم از وکیول های شحمی است. و حجرات بنفش رنگی که میبینید حجرات خونساز یا هماتوپویتیک هستند. بعد از تولد مغز و استخوان‌ها پر از حجرات هماتوپویتیک است، ولی هر قدر که سن فرد بیشتر میگذره تعداد حجرات هماتوپویتیک یا خونساز کم میشه، جایش نسوسی میگیره، شحمی میگیره. این تصویر اگر دقت بکنید ببینید 50-50 است. تقریبا 50% حجم حجرات خونساز تشکیل دادن، 50% حجم چی است؟ شحم است، که نشان میده در یک فرد میانسال است، در یک میدل ایج یا فرد میانسال است. این حجرات کلان که دیده میشه اینا چه چیزی بر ما نشان میدن؟ مگاکاریوسیت ها حجرات بسیار بزرگی هستند در مغز و استخوان، ولی وارد گردش خون محیطی نمیشن. فقط چه اتفاقی میفته؟ سایتوپلاسم میشن قطع قطع میشه، پارچه پارچه میشه. این پارچه های سایتوپلاسم میشن پلاکت ها. پس خود پلاکت ها حجرات حقیقی و کامل نیستند، قطعات سایتوپلاسمی مگاکاریوسیت ها هستند. سلاید بعدی باز همون تصویر قبلی هست، تصویری است از بون مرو، این دفعه با بزرگنمایی بالاتر وکیول های شحمی دیده میشه. و یکی از حجرات کلان رو گفتن چی بودن؟ میگاکاریوسیت ها هستن. رده های مختلف در مغز و استخوان در حال ساخته شدن است. این نواحی که سرخ‌تر هست یعنی رده چی داره ساخته میشه؟ اریتروئید یا آر بی سی ها دارن ساخته میشن. و سایر قسمت ها باز رده های میلوئید رو برامون نشون میده، مثلا گرانولوسیت ها و مونوسایت ها ساخته میشن. معمولا جایی که بیوپسی بون مرو رو میگیرن از کجا میگیرن؟ از کدام قسمت نمونه میگیرن؟ از ایلیاک کرست، بالای استخوان ایلیاک یک کرست داریم دیگه نه؟ از اون ایلیاک کرست معمولا نمونه‌های بون مرو رو از اون قسمت میگیرن. خب حالا این تصویر رو ببینید، باز یک تصویر دیگه است از بون مرو. این قسمت های حالت صورتی رنگ که داره اینا از ترابکولای استخوانی بین ترابکولای